سلام به تمام شما بیننده های عزیز، صبحتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم با شما هستم و خیلی دوست دارم شما نیز در برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کرده این با ما و مهمان برنامه ما شریک بسازین. مهمان من حشمت الله ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی هستند و بحث ما در پیوند به چگونگی کارکرد و برنامه های توسعه شهری از سوی وزارت شهرسازی و اراضی. شما فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان در همین مورد با جناب ناصری در میان بگذارین. راه تماس برنامه در اختیار شما است. زمانی که تماستان به گونه زنده وصل میشه، لطفا صدای تلویزیونتان را پایین کنین، موقعیتتان خوب انتخاب کنین و پرسشتان در رابطه با موضوع برنامه باشه. اگر تماس شما وصل نمیشه و شما دیدگاه و یا پرسش دارین، میتونین از طریق فیسبوک دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما شریک بسازین. دیدگاه های همه شما در برنامه جا داده میشه و برای ما با ارزش است. در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب ناصری، خیلی خوش آمدین. سپاسگزار هستم که دعوت ما را پذیرفتین. در آغاز برنامه خوب است در رابطه به نشست رسانه‌ای دیروزی که داشتیم بگین و اینکه روند استبلاک مسیر پروژه تاپی دوباره سر گرفته شد، میشه معلوماتتان با بیننده ما شریک بسازین؟ سلام خدمت شما خانم خراسانی، همکاران تکنیکی و تمام هموطنان کمیل از بیننده هستن. دقیقا مثل که شما هم فرمودین، تاپی یکی از پروژه های مهم و در خور توجه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است و وزارت شهرسازی و اراضی در امانگی نزدیک با وزارت محترم معدن و پترولیم و شرکت تطبیق کننده پروژه تاپی سعی به این داریم که بالاخره روند تطبیق از پروژه آغاز شود. خوشبختانه دیروز در نشست خبری که ما داشتیم، تفاهم نامه سه جانبه میان این سه نهاد که خدمت شما اشاره کردم به امضا رسید و هدف از این تفاهم نامه ای بود که زمینه برای تحقق پروژه تاپی در ولایت هرات آغاز شود و متعاقبا به دیگر ولایت ها این پروسه دوام پیدا بکنه تا بالاخره زمینه برای تحقق پروژه مهم و حیاتی که میتونه تاثیرات خوب و مثبت بر حیات اجتماعی و اقتصادی مردم داشته باشه شروع شود. ما خوشبختانه تفاهم نامه را به امضا رساندیم و یکی از مواردی که در تفاهم نامه است، قرار است یک واحد مشخص در ساختار وزارت شهرسازی و اراضی ایجاد شود که واحد یعنی مشمول خود بخش تکنیکی ما با همین ترتیب از وزارت محترم معدن پترولیم هم دوستان ایجش حضور خواهد داشتن و ما تلاش داریم که واحد به صورت دوامدار از روند تثبیت حق مالکیت و استملاک مسیر پروژه تاپی یعنی نظارت دقیق داشته باشه و گزارش های خود در صورت بروز مشکل امرای رهبری شریک بکنن تا بالاخره در حل مشکلات ما وارد اقدام شیم و زمینه برای تطبیق از پروژه مهم فراهم شه. ممنون. شما بیشتر در قسمت استملاک زمین مشکلات فکر کنیم وجود داره، چون بیننده ما که با ما با تماس میشن در قسمت اینکه حاضر میشن زمینشان بدن ندن، یعنی یک نوع نگرانی وجود داره. میخوایم بدانم و بیننده ما حتما در این قسمت از شما میپرسن که چقدر مسئولیت به شما برمیگرده در قسمت استملاک و گویا پولی را که قرار است به هموطنان من داده شد. پروژه تاپی دقیقا مثل که شما گفتین تا حد زمین های هموطنان هم متاثر می سازن. ما تلاش کردیم تا با دقت کامل در خصوص از این مسئله گام ها برداشته شود، خصوصا در بعد تکنیکی مشکلات که وجود داشت رفع شده و به اساس ارزیابی که ما کردیم 40% زمین هایی که از ملکیت شخصی است که در پروسه البته متاثر می شود و می ترسیم 60% دیگه از زمین های دولتی است. و خصوص انشاءالله مشکلات امنیتی، مشکلات اجتماعی و مشکلات پولی و می ترسیم مشکلات حقوقی و تکنیکی فرارای تطبیق از پروژه کاملا حل شده. مردم آماده هستند که در قسمت امرای ما همکاری کنند و شرکت تطبیق کننده پروژه تاپی در قسمت پرداخت جبران خساره واده همکاری کنند. ممنون شما. با اجازه شما جناب ناصری اولین تماس پاسخ می گیم. بیننده ما پشت خط هستند. سلام بفرمایید. سلام به شما. بله؟ متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز، اگر شما دوست دارین در برنامه اشتراک کنین، دیدگاه و یا پرسش در رابطه با موضوع برنامه دارین، در برنامه تماس بگیرین. در غیر این صورت بگذارین زمان با بیننده ما که واقعا میخواین در رابطه با برنامه های وزارت شهرسازی و اراضی و برنامه هایی که روی دست دارن پرسش و دیدگاهشان با جناب حشمت الله ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی در میان بگذارن. بیننده دیگر ما پشت خط هستن. سلام بفرمایید. بله؟ تماس شما وصل شده، بفرمایید. سلام به شما.
صدای شما را داریم گرامی، بفرمایید. بله. صدای شما را داریم، موقعتتان تغییر بتین اگر پرسش و یا دیدگاه دارین. بله؟ بهتر است تماس بیننده ما قطع شود، چون صدای ما را نداشتن. بیننده عزیز، زمانی که در برنامه میخواین وصل شوین لطفاً موقعیتتان خوب انتخاب کنین. اگر پرسش و دیدگاه دارین که تماستان وصل نمیشه و قطع میشه، راه دیگر روشون فیسبوک ماست، از طریق فیسبوک وان تی وی نیوز اف صفحه فیسبوک ماست، اونجا سر بزنین، با پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه و پرسش هایتان با ما شریک بسازین. در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب ناصری، یک سوالی که از بیننده ما بیشتر به ما رسیده، چون امروز آگاهی داشتن که شما در برنامه میایین، در قسمت روند کند کار پروژه تاپی است. چرا قدر کند پیش میره و بارها من در جریان نیستم زیاد، از یعنی دید مردم است که بارها گفتن افتتاح شده، کار آغاز میشه، اما باز ما میبینیم که دوباره روند کار آغاز میشه. مشکل در کجاست؟ خب در اوایل وقتی که پروژه افتتاح شد، یک مقدار ناهماهنگی ها میان ادارات که مسئولیت مشخص در راستای تطبیق از پروژه داشتن وجود داشت. پروسه سروی اجتماعی از طریق یک شرکت های خصوصی به پیش برده شد که هم یک مقدار مشکلات را به پا آورد و بالاخره رئیس جمهور اخیرا هدایت دادند که باید موضوعات تثبیت حق مالکیت و استملاک زمین از طریق وزارت شهرسازی و اراضی، چون متصدی زمین های دولتی است، باید صورت بگیره. بنان ما در اواخر، یعنی در یک و نیم سال یا نهایتا دو سال ما در این پروسه داخل شدیم. وقتی که ما در این پروسه آمدیم، مشکلات تکنیکی در مسیر پروژه تاپی وجود داشت. مثلا وقتی که ما رفتیم در ولسوالی میوند ولایت قندهار، در اونجا مشاهده کردیم که یک تعداد زیادی از زمین ها، باغ ها و بالاخره ملکیت های مردم در اونجا متاثر می شد که در کنار از یعنی ساحه سفید دولتی دیگه وجود داشت که می تانست از اون قسمت مسیر عبور بکنه. و ما می ترتیم مثلا در شهر دلارام و ولایت نیمروز هم، خود در حومه شهر هم خود لوله تاپی گاز از اون میگذشت که در آینده احتمال داشت که باید خطرات مالی و جانی رو با هموطنان ما مواجه بسازن. ما کوشش کردیم که از یک طرف صد خطرات پایین بیاریم، از طرف دیگر کوشش ما بیشتر به این بود که ملکیت ها و جایدادهای مردم کمتر متاثر و متضرر شود این پروسه، اما این بود که و روند استملاک ما ساده تر بسازیم، یک بحثی بود. بحث دوم از این قانون استملاک افغانستان و مقرر خطی که ما داریم جوابگویی از این پروژه نبود، به خاطر اینکه پروژه یک پروژه منطقه‌ای و فرامرزی است، ایجاب میکرد تا باید بر از یک قانون جدید ساخته شود که پروژه تاپی و امثال پروژه تاپی که در آینده ها قرار از افغانستان تطبیق شود، زمینه برای تطبیق از اونها مساعد شود، چون یک سلسله نرم‌ها و استانداردهایی است که باید اومده نظر گرفته میشد. قانون ترتیب شد، مشکلات تکنیکی رفع شد، هماهنگی با مردم صورت گرفت، مشکلات مالی که وجود داشت رفع شد، مشکلات امنیتی در ساحه رفع شد، هماهنگی در سطح ولایت صورت گرفت و فعلا آماده هستیم برای از اینکه بالاخره پروژه تطبیق شود. تلاش ما بیشتر به این است که بسیار با دقت باید پروژه تطبیق شود که در آینده ها خدا نخواسته به هموطنان ما که در ساحه زیست دارند برایشان مشکل و دردسر ایجاد نشه و کار شود که این پروژه مهم حکومت تطبیق شود و منفعت و سود مردم هم در این پروژه مد نظر گرفته شد. ممنون شما جناب ناصری، امیدوار هستم بیننده ما که در این قسمت نگرانی داشتن و پرسیده بودن پاسخ خود گرفته باشن. بیننده دیگر ما پشت خط هستن، سلام بفرمایید. بله سلام به شما. بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر میکنم، بفرمایید. بنده با شما سلام هم ویژه دارم به خدمت نوان گیرانه شما. شما سلامت باشین برادر. من خواستم درباره شروع و کار عملی پروژه تاپی معلومات در سر بفهمم، بخاطر که یک سری رقم این پروژه افتتاح شد، خیلی تدابیر امنیتی گرفته شد، رئیس جمهور به هرات تشریف آوردن، ولی متاسفانه کار از جنوت بلاتگیلی رو مانده. از قرار معلوم میگن که برادرم صدای تلویزیونتان پایین کنین و یا فاصله بگیرین. رئیس جمهور بعد از اینکه برفتن کلانی پشت سر گذاشته شد و از قرار معلوم چیزی که ما از رسانه و از مسئولین شنیدیم، گفتم طرف های قرار داد بخاطر مسائل ناامنی کلان از عقد قرار داد دست کشیدم صرف خاطر موضوع ناامنی. بعد
مسائل داخل افغانستان هم که به خاطر زمین ها که استملاک نشده و دست طرف حکومت مردم ممانعت کردن، به خاطر که هیچ برنامه این دولت به خاطر از اینا نداشته که زمین ها این اگه قسمت پروژه تاپی با مصرف میرسی استملاک نمیشد. را نمیخوام مشکل اصلی در کجاست، اگر نمان برنامه شما دقیق تر بگن که کار عملی پروژه تاپی که انشالله بخیر شروع میشه و چی مدت زمان طول میکشه تا ختم شه پروژه. تشکر از شما که در برنامه اشتراک کردین. برنامه را دنبال کنین. جناب ناصری در این مورد به شما پاسخ میدن. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین. ناصری صاحب بفرمایید پاسخ شما به بیننده ما. تشکر میکنم از برادر ما که موضوع را مطرح کردن. به اساس معلومات که ما داریم قرار است با ایجاد واحد مشخص در ساختار وزارت شهرسازی و آرایش و تجهیز از این واحد از طریق شرکت تی پی سی ال که تطبیق کننده خود از این پروژه است، قرار ما بایی است که از مرز ترکمنستان تا جنوب هرات مرحله اولا که 150 کیلومتر میشه تا 6 ماه آینده ما روند استملاک از ایره تطبیق بکنیم و تکمیلش کنیم و بالاخره وزارت محترم و معدن و پترولیم در امانگی با شرکت تطبیق کننده در اوایل سال 2021 میلادی کار ساختمانسازی از این پروژه را در مسیری که استملاک میشه شروع میکنن و کار به این است که ما همزمان هم استملاک را به پیش میبریم و هم کار ساختمان سازی را به پیش خود بردیم. تلاش به این است که در مدت زمانی که تعیین است برای هم کار استملاک و هم کار ساختمان سازی است ما خوبتر و بهتر بتانیم و میاد برآورده بسازیم. اما تنان ما دقیقا میگن که پروژه تال خورده، پروژه یک مقدار وقت سرش گذاشته، اما ای به این معنا نبوده که حکومت دیجا خاموش بوده. ما دقیقا در عرصه های مختلف کار کردیم. همین رقم که برادر ما گفت که مسئله ناامنی بود، هماهنگی با مردم بود، مسائل مختلف دیگه بود. کسب رضایت مردم در تطبیق از پروژه شرط اساسی است. تا زمانی که مردم در این قسمت همکار نشن و بالاخره اونا رضایت نشان ندن هیچ استملاک نمیتونه صورت بگیره. بنابراین تمام تلاش ها صورت گرفت در سطح محل و مشکلات فعلا کلا مرفوع است و امضای تفاهم نامه که دیروز صورت گرفت خودش بیانگر از این است که تعهد وجود داره و تلاش ما به این است که بخیر در امانگی با دو نهاد که در این قسمت کار میکنن ما روند استملاک هم به پیش ببریم و زمینه را برای تحقق این پروژه مهم و حیاتی ما در سطح ولایت هرات و به میترت متاقبا در ولایت های دیگر ما آغاز بکنیم. ممنون شما جناب ناصری، امیدوارستم بیننده ما هم پاسخ خود گرفته باشند. بیننده عزیز شما هم اگر در رابطه به چگونگی کار کرد و برنامه های توسعه شهری وزارت شهرسازی و آرایش پرسش و دیدگاه دارین، امروز فرصت از شماست. میتونین زنگ زده دیدگاه ها و پرسش هایتان با حشمت الله ناصری سخنگوی این وزارت در میان بگذارین. بیننده ما پشت خط هستند. سلام بفرمایید. بله سلام علیکم. سلامت باشید. چیز برنامه شما را نیست این شکایت من اینه من جیس بس کابل هستم یعنی سرک هفشار همین زمین های دولتی که مردم شیشت دو طرفی سرک هر کدامش نه زمین های دولت هست که پسنا دور کردن دروخ هست دوکان ها رشت هزار قیمت ماندن در کرا و خود زمین زمینایی که نمره برای خود جدا کردن اسناد نداره و هر کدام از این 4.5 لک دلار سودا میشه. این میفهم که مربوط این برنامه نمیشم حمایت شکایت کرد این دولت بی خبر است. در این اندازه که طرفی سرک عوضی 5 از طرفی هست این چیز باسخص نیست. زمین اسناد نداره گایی دایی سودا میشه گایی دایی سودا میشه آبادی میکنه عوضت پیسه میگیره از یه شیشان آباد میکنه بزنی باز عوض باز را قید میکنن باز آباد سر نمیتونن باز در خشت سازن باز را عوض قشان میکنن درو قد و پول میدن در عوض دلک دلک باز خرا میشه این میدخم این رفم هم خرید و فروش شان شده شده و هم زمین دولت هستش. تشکر که در برنامه اشتراک کردین و این مشکل با ما در میان گذاشتین. از جناب ناصری میشنویم که در این خصوص چی پاسخی دارن؟ من ابتدا از هموطنان عزیز و خود میخوام تشکر بکنم که همچه موارد اینا مطرح میکنن. نقش هموطنان ما خصوصا در قسمت تنظیم و مدیریت از زمین های دولتی بسیار سازنده است. اینا میتونن ما را کمک بکنن. موضوع را ما یادداشت کردم، ایجاب میکنه که من امرای معینیت مربوط هم موضوع را شریک بکنم و انشالله معلومات از اونا دریافت بکنم، چون خودم فعلا زیاد در جریان از پروسه نیستم. ایجاب میکنه که معلومات دقیق تر گرفته شد و بالاخره در برنامه های بعدی باز معمی در خصوص شهرک افشار که آیا دولتی است یا شخصی است با چگونه توزیع شده و مشکل در اینجا چی بوده انشالله در خصوص باز برتان معلومات بخواهم. ممنون شما جناب ناصری. این موضوعی که بیننده ما اشاره کردن بیش نزدیک از به این
بسی که شما یک پروژه داشتین توزیع سند ملکیت که خیلی هم از طرف مردم استقبال شد، این پروژه به کجا رسید؟ آیا با پایان رسید و یا خیر؟ میشه با بیننده ما شریک بسازید؟ دقیقاً ثبت ساحات غیر رسمی شهری از یکی از برنامه‌هایی بود که وزارت شهرسازی و آرایشی روند تطبیق زیر آغاز کرد. از دو سال به این طرف ما 830,000 خانه را سروی و ثبت کردیم و به 30,000 خانه سند ملکیت توزیع کردیم. حدود 100,000 سند ملکیت دیگه هم آماده برای توزیع هست و روند توزیع ما جریان داره. پلان ما بایی است که در سال 1399 یعنی تا ختمش ما 1,000,000 خانه را سروی و ثبت بکنیم و 130,000 خانه را ما سند ملکیت بدیم. هدایت های مشخص از طرف رهبری جدید وزارت شهرسازی و آرایشی و بخش های مختلف داده شده تا در قسمت سرعت تطبیق از پروگرام و توزیع سند ملکیت به میادی که تعیین شده باید متعهد باقی بانن هم کارم و بالاخره دی راستا کار بکنن. انشالله به سرعت پروسه ما جریان داره و امیدواری ما است که تا ختم سال ما هدف که داریم رو برآورده بسازیم. ممنون شما جناب ناصری. با اجازه شما تماس پشت خط است. سلام بفرمایید. تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین، برنامه را دنبال کنین. جناب ناصری شاید یک سال بیننده ما این باشه، بیننده ما که همین بیننده ما که مشکل را با ما در میان گذاشت، آیا چنین خانه هایی که در جایی که غیر قانونی است نباید اعمار شوه اعمار میشه، به اینا هم سند ملکیت میدین؟ خب بحثی است که یک تعداد از مسئولیت ها برمیگرده به شهروندی محترم. اگر کابل است ولایت است اون در قسمت، چون مسائل تنظیم امور شهری بیشتر تعلق با اونا دارن، ما بیشتر در قسمت ساخت پلان های شهری کار میکنیم. بعد از اینکه پلان های شهری ساخته شد، منظور شده را به جانب شهرولی ها میسپاریم، در تطبیق اونا کار میکنن و نظارت از تطبیق پلان ما داریم. در مجموع ما فکر میکنم که یک مسئولیت مشترک ما و وزارت شهرولی محترم است که در خصوص کار بکنن. کوشش ما بیشتر به این است که او خانه هایی که از قبل اعمار شده در ساحات غیر پلانی اینا به اساس هدایت رهنمودی جلالت مبرای جمهور کشور رسمی ساخته شوند تا بالاخره این ساحات از ساحات فراموش شده و محروم از خدمات شهری برایند و به ساحات که مکلف باشند برای حکومت و بالاخره هموطنان ما که در عزیز دارن یک نوع احساس مسئولیت بکنن و ادارات که در قسمت ارزی خدمات شهری کار میکنن هم یک مقدار در قسمت ارزی خدمات به این هموطنان ما کارهای خوب رو روی دست بگیرن. در این قسمت هم کارهای ما جریان داره، اما روی هم رفته تلاش ما بیشتر به این است که از یک طرف ما خانه های غیر رسمی و غیر پلانی را یار رسمی بسازیم، از طرف دیگر جلو ساخت و ساز خانه های غیر قانونی و غیر پلانی را هم بگیریم، به خاطر که یا به شکل بی‌رویه انکشاف میکنن ساحات شهری را بسیار زیاد متاثر ساختن و در اکثر موارد دیده میشه که حتی عرضه خدمات به این ساحات برای حکومت مشکل میشه، به خاطر از اینکه به هر اندازه یا زیاد شون حکومت ما با توجه به مشکلات مالی و اقتصادی که داره، خصوصا موضوعات کرونا و یا اقامت، اینا باز یک مقدار مشکلات را در آینده ها به بار میارن. کوشش ما به این است که از یک طرف جلو ساخت و ساز غیر قانونی گرفته شو و از طرف دیگر ساحاتی که از گذشته های ما شده اینا رسمی شه. ممنون شما. بیننده ما داوود از غصنی تماس گرفتن. داوود سلام. سلام علیکم مریم جان، شما خوب هستن؟ که شما خوب هست؟ شما سلامت باشید. شما تقدیم میکنم. سلامت باشید داوود عزیز، بفرما. سوال اول ما این سه کمی پروژی تاثیر وقتی یه نام زمین ها رو که اصطلاحات میکنن در چند ولا تماس بیننده ما قطع شد. امیدوار هستیم داود دوباره تماسش در استودیو وصل شود و پرسش شبا جناب ناصری در میان بگذاره. بیننده عزیز با ما باشین، وقفه میگیریم برمیگردیم. ادامه برنامه مجله صبح است. تشکر میکنم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. شما فرصت دارین در پیوند به چگونگی کار کرد و برنامه های توسعه شهری از سوی وزارت شهرسازی و آرایشی پرسش ها و دیدگاه هایتان با حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و آرایشی در میان بگذارین. بیننده ما پشت خط هستند. سلام بفرمایید. بله سلام علیکم. سلامت باشین، بفرمایید. تشکر مرام جان، شما خوب هستید؟ صحت شما خوب است؟ تمام برای شما تقدیم میکنم. بخیر برای مردم شریف افغانستان دارم. تشکر. مرام جان سوال ما است که در چند ولایت اینا زمین ها رو اصلاح میکنن و پول از یک طرف دولت افغانستان داده میشه یا طرف علی همسایه که مربوط به عدله گاز است. دویم دیگه چند عدد جور میشه؟ در هر عدد 10,000-12,000 نفر شامل کار میشه. ما خوش هستیم این پروژه تاثیر بسیار اکوال نیک برای مردم افغانستان میبینیم.
امشال اقتصاد مردم هم بالا میره، شرکت هم فعال میشه. سوال ما ایست که چند ولایت هست که زمین ها را استملاک میکنه و خدا کنه که کارشان به صورت پیش بره، به خاطر که نه دو سه دفعه مرد که مردم افغانستان قول داد که کار به صورت پیش میره. امو دو سه کشورهای بیرونی که کارش مربوط به دیگه کشورها میشه، کار از اینا 80% پیش رفته، متاسفانه که کار از اینا 20% پیش نرفته. امیدوار هستیم که این دفعه کارشان به صورت پیش برد. خدا مهربان است که پروژه بسیار به نفع مردم افغانستان است. روز شما که کارش خلاص شود، امشال افتتاح شود. تشکر از شما، تشکر از تلویزیون زیبای. تشکر از خود داود عزیز که در برنامه همیشه اشتراک میکنی و حرف خودت با ما شریک میسازی. جناب ناصری، پاسخ شما به داود. تشکر میکنم از برادرم داود جان. پروژه تاپی از 5 ولایت میگذره: هرات، فران، نیمروز، هلمند و قندهار. 5 ولایتی است که از مرز ترکمنستان شروع، بالاخره گاز ترکمنستان از طریق 5 ولایت به پاکستان و هندوستان انتقال می‌یابد. این مزایای بسیار زیاد داره، نه تنهایی که در قسمت کاریابی برای هموطنان ما که 5 ولایت زیست میکنند، برای زنا کاریابی خوب در فراهم خواهد شد، بلکه افغانستان ضمن از اینکه 1.5 میلیارد متر مکعب گاز در 30 سال آینده از طریق ازمی پروژه به دست خواهد آورد، یعنی سالانه از رهگذر انتقال گاز ترکمنستان از خاک افغانستان و پاکستان و هندوستان 400 میلیون دلار هم سالانه عاید میکنه. یعنی تمام موارد آگادم بسنجه و در پالوی ازی نه تنهایی که بلکه زمینه برای تطبیق بعض از پروژه های انکشافی و عامل منفعه دیگه هم مساعد میشه. کوشش به این است که تعهد وجود داره، تمام موانع فراراه تطبیق از پروژه مرفوع شده. هموطنان ما مطمئن باشند که تعهد حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص تطبیق از پروژه هست و ما من حیث متصدی زمین های دولتی تلاش ما به این است که زمین هر چه زودتر به میاده که برای ما تعیین است ما استملاک تکمیل بکنیم و بالاخره زمین ها برای تطبیق از پروژه آغاز شد. کار خوب دیگه است که همانگی ها فوق العاده خوب شده و همانگی ها در سطح عرصه نهاد بسیار به سطح بالایش وجود داره. وقتاً فوقتاً یا از طریق ویدیو کال یا از طریق جلسات حضوری ما مسائل مطرح میکنیم و بالاخره به مشکلات که وجود داشته باشه برای از اونها با اسرع وقت رسیدگی میکنیم. تعهد رهبری جدید وزارت شهرسازی و آرایشی در خصوص از این پروژه ای است که باید با سرعت کار تکمیل شود و بالاخره زمینه برای تطبیق از پروژه فراهم شود. ممنون شما. میدارستم داودم پاسخ خود گرفته باشن. جناب ناصری، با تغییراتی که در رهبری وزارت شهرسازی و آرایشی آمده، چقدر وضعیت کار تغییر کرده؟ چقدر برنامه های شما سرعت گرفته؟ اکثرا شما در برنامه های قبلی که بودین و شاهد هستین، خودتان بیننده ما زنگ می زدن و از اینکه پروژه ها زودتر عملی نمیشه و کارها خوب صورت نمی گیره حرفایشان نداشتین. حال چقدر پروژه ها روی دست است و چقدر این کارها سرعت گرفته؟ خوشبختانه به اساس تصمیم جلال مأمور رئیس جمهور شما تجریان هستین که جناب محترم محمود کرزی باعث سرپرست وزارت شهرسازی و آرایشی در رأس از وزارت آمدند. در جریان 2 الی 3 ماهی که جناب محمود کرزی صاحب در رأس از وزارت قرار دارند، کارهای بی‌شایبه صورت گرفت. یکی از مواردی که از بیشتر یعنی تاکید ما روی شفافیت، کارهای عملی و سرعت است، یعنی بیشتر روی از این متمرکز هستیم و هدایت های مشخص رهبری وزارت شهرسازی و آرایشی به تمام ریاست های مرکزی و ولایتی همی است که در تطبیق پروژه های انکشافی و عامل منفعه منفعت های مردم باید جدا مد نظر گرفته شود و کار نشه که مردم در این متضرر شود. بخش دیگه که بسیار زمان متمرکز است است که سطح بروکراسی و کاغذپرانی در سطح مرکز و ولایت باید کاهش داده شود، خدمات سریع و آسان به هموطنان ما ارائه شود، سرگردانی باید به هموطنان ما ایجاد نشه و خدماتی را که هموطنان ما در سطح مرکز و ولایت نیاز دارن اینا باید برش ارائه شود. در جریان استیم ما خوشبختانه چند کار مهم صورت گرفت. یکی بود که 22 پلان انکشاف شهری منظور شد که هم در تاریخ وزارت شهرسازی و آرایشی بی‌شایبه بود، یعنی در جریان بسیار مدت کم این پلان ها منظور شد که خود از این زمینه را برای انکشاف شهرها، برای احداث شهرک‌ها و به قسم بر تطبیق پروژه های انکشافی و عامل منفع در سطح ولایت فراهم میکنه. به می ترتیب کار آغاز کار شهر جدید کابل روی دست گرفته شد، روند تثبیت حق مالکیت و استملاک تصفیه ببخشید زمین ساحلی سبز ولایت کابل روی دست است که ما تلاش داریم شهر جدید کابل با معیارهای بلند انجینری و مهندسی ما بسازیم. به می ترتیب برای 5 شهر بزرگ چنانچه جلال آباد خوست و قندهار و مزار شریف و هرات، این 5 شهر بود که برای از اونها پلان های انکشاف استراتژیک ساخته شد و این پلان ها از طرف رئیس جمهور منظور شد و این پلان ها باعث یک دیدگاه 20 ساله است برای انکشاف منظم شهرها و برای تعیین مسیر انکشاف شهرها است. به می ترتیب پروژه های ساختمانی که بود
ما 1092 پروژه ساختمانی داریم که از 4 سال به این طرف روند تطبیق از او جریان داره. هدایت های مشخص برای تمام ریاست های ولایتی ما و خصوصا معاونیت امور ساختمانی ما از طرف رهبری وزارت شهرسازی و اراضی می بود که پروسه داوطلبی را سریع بسازین، پروسه ساختمان سازی را سرعت ببخشین، شفافیت مراعات کنین و بالاخره سرعت عمل و کارهای عملی باید جدی مد نظر گرفته شود. و کار خوبه که در این قسمت صورت گرفته بود که صلاحیت داوطلبی پروژه ساختمانی از مرکز به ولایت تفویض شد که یک کار بسیار خوب شد و با این کار از یک طرف سرعت عمل به پیش میاد و از طرف دیگر شفافیت تامین میشه و پروژه ها به وقت و زمانش تطبیق میشه. بیشتر کار ما به می است که از زمین دولتی استفاده خوبتر و بهتر باید صورت بگیره. دوم کاری که صورت گرفته بود که همانگی ما با نماینده های مردم و با ولایت ها بسیار زیاد خوب شده. یعنی تلاش ما به این است که با دید وادیده که با والی صاحبا داریم، تلاش ما به می است که خواست ما از والی صاحبا همیشه می بوده که اینا پیشنهادات مشخص خود در قسمت تطبیق پروژه هایی که اینا نیاز دارن باید با ما راجع بسازن تا ما در قسمت اختصاص دادن زمین دولتی برای زنا و ترتیب پلان های و منظوری پلان ها با قسمت تطبیق پروژه هم برای زنا کار کنیم. یعنی در حد بسیار خوب کارا صورت گرفته. رهبری جدید وزارت شهرسازی و اراضی متکی به کارهای عملی است و بیشتر آدم نیست که طرفدار کاغذپرانی ها و بوروکراسی در اداره باشه. میگن که خدمات خوبتر باید با مردم شما عرضه بکنه و در این قسمت هم کارهای ما پلان ها و برنامه خود ترتیب کردن و سرعت عمل بسیار زیاد خوب در سطح وزارت در جنان سیما مشاهده میشه. ممنون شما جناب نصری. با اجازه شما یک تماس پشت خط است. سلام بفرمایید. سلام خدمت جناب شما و جناب محترم مهمان برنامه شما تقدیم میکنم. سوال ما در قسمت برنامه های توسعه شهری یاست که در توسعه شهرها خصوصا بزرگ شهرها بله و اینکه تغییرات اقلیمی الی سال 2050 کشور ما را هم متضرر خواهد. تماس بیننده ما قطع شد. اما فکر کنم جناب ناصری یک قسمت سوالش شما هم گرفتین که در قسمت توسعه بزرگ شهرها چه برنامه هایی دارین. سوال بعدیشان تماسشان قطع شد. تشکر میکنم از برادر ما. در 5 شهری که خدمت شما اشاره کردم پلان های انکشاف استراتژیک ساخته شد و این پلان ها در امانگی نزدیک با تمام ادارات سکتور و شهری ساخته شده. اما دیدگاه و نظریات کارشناسا و مسئولین بخش سکتور شهری ما در داخل از افغانستان و بیرون از افغانستان هم نظریات و دیدگاه های شرکت ساساکی که یک شرکت معتبر در قسمت ساخت پلان های استراتژیک است از اونها گرفتیم، اینا وارد شده، تفاهم با مردم صورت گرفته، دیدگاه و نظریات مردم هم دخیل از پلان ها شده. یعنی پلان ها در حقیقت یک نقشه راه است برای اینکه چگونه باید شهرها انکشاف پیدا بکنه، ادارات سکتوری حکومت چطور پلان ها و برنامه های خود در مطابقت با پلان تطبیق بکنن و بالاخره یک مسیر مشخص برای انکشاف شهرها و انکشاف منظم شهرها باید روی دست گرفته شود. و حال خوب کل چیزهایی که شما میبینن اما به شکل عکس العملی است. یکی از ولایات یک نیاز داره کوره راجع میکنه به مقام عالی ریاست جمهوری و مقام عالی ریاست جمهوری هم بر روی رفع مشکلات هموطنان ما اما درخواست از اونها را میپذیرن. اما ما تلاش به این داشتیم بر اساس هدایت رئیس جمهور که باید کار شود که تا 20 سال آینده باید به قسم این پلان ها تنظیم شود که هم نفعش به مردم برسه و هم در قسمت انکشاف شهرها کارهای خوبتر و درستتر و هماهنگ باید صورت بگیره. در این قسمت انشاءالله این 5 پلان منظور شده و برای شهرهای دیگه هم هدایت های بر ما رسید از طرف مقام عالی ریاست جمهوری که همچون پلان ها باید ترتیب شود و بالاخره تمام شهرهای افغانستان صاحب پلان منظم شود. ممنون شما جناب ناصری. فکر کنم تماس شفیق الله از کابل دوباره وصل شده. شفیق الله عزیز سلام، به خودت ادامه حرفای تمی داشته باشی. سلام مجدد خدمت شما. در قسمت توسعه شهری چقدر زیربراهات در نظر گرفته میشه و چقدر اینا هماهنگ هستن با اداره محترم ملی ضد آلودگی؟ خاطر از اینکه اگر قسم کمه ما شما شاهد هستیم ساعت غیر پلانی مثلا در شهر چاریکار از مردم قربانی گرفت و در داخل شهر کابل هم چون زیربناها و معیارات وجود نداره، اگر ما شاهد باران های 10 میلیمتری بر یک ساعت هم باشیم میتونه که در افغانستان خصوصا در شهرهای بزرگش فاجعه بار باشه. در این قسمت چقدر برنامه های توسعه اصلاحی در نظر گرفته شده و برنامه های توسعه که در آینده عملی میشه چقدر در وزارت ضد حوادث و معیارات و زیربناها در نظر گرفته میشه اگر روشنی بدن؟ سرجا تشکر. تشکر از شما. بفرمایید جناب ناصر. تشکر میکنم. فکر میکنم یک قسمت سوال از اینا رو ما جواب دادم. در قسمت زیربناها دقیقاً برادر ما بسیار دقیق فرمودند که مشکلاتی که در سطح شهرها خصوصا شهر کابل وجود داره مشکل زیربناسازی است. وقتی که یک کار ساختمان سازی یا شهرک یا هر موردی که البته صورت میگیره، موضوعات زیربناسازی متاسفانه با مو شکلی که لازم است مد نظر گرفته نمیشه که خودش با زراینده ها مشکلات جدی را بر زندگی هموطنان ما و کسایی که در او ساحات زیست دارن البته
با وجود میاره. فعلا کار ما به شهر روی ازدی است که خصوصا در احداث شهر جدید کابل ما موضوع زیربناسازی را بسیار جدی هماهنگ با تمام نهادهایی که در این قسمت امرای ما کار میکنند موضوع را جدی مد نظر میگیریم، به دلیل از اینکه ما نمیخواهیم که همچو یعنی خود شهر کابل یک درس و تجربه بسیار خوب است برای ما، به خاطر از اینکه ما در آینده ها بتوانیم پلانهای خود به شکل خوبتر و بهترش تنظیم بکنیم، موضوع زیربناسازی را ما دقیقا روی دست میگیریم و کوشش ما بمی است که اول کار زیربناسازی تکمیل شود و بعد از اون ما سر ساختمان سازی کار بکنیم. دیگه این موارد انشاءالله مد نظر گرفته خواهد شد و تلاش ما بمی است که مشکلاتی که فعلا وجود داره شاید برای اونها به شکل که لازم است ما رسیدگی کردن نتانیم، اما پلانهای آینده ای که ما داریم مشکلاتی را که فعلا هموطنان ما به او دست و پنجه نرم میکنه کوشش میکنیم در آینده ها اونها به این مشکل مواجه نشن. ممنون شما جناب ناصری، با اجازه شما. البته امیدوار هستیم شفیق لام پاسخ خود گرفته باشند. تماس پشت خط است، بیننده ما از هرات تماس گرفتن. سلام بفرمایید. سلام علیکم، خوب هستید؟ صحت شما خوب است؟ صبح شما بخیر. شما سلامت باشین، صبح شما همچنان بخیر. بفرمایید. سلام خدمت شما و خدمت میمون و برنامه شما دارم. خواستم که از میمون سلام علیکم، صبح شما بخیر، میمون برنامه شما. تشکر میکنم برادرم، صدای تلویزیون تانه پایین کنین اگر بلند است بفرمایید. وکیل احمد احمدی هستم از شهر رود هستم، خدمت شما. خواهش میکنم. خواستم که از میمون برنامه شما بپرسم که این مسیر پازلین باز که میاد داخل شهر میاد یا از پشت شهر میاد؟ تشکر از شما و تشکر از میمون برنامه شما. تشکر از شما برادر عزیزم. بفرمایید جناب ناصری. نه خیر برادر عزیز ما، ای از مسیر شهر نمیگذره، به خاطر که ما باورمند به این هستیم که اگر از مسیر شهر یا در حومه شهری پایپلان بگذره احتمال از این وجود داره که در آینده ها مشکلات جدی را بر حیات اجتماعی مردم مواجه بسازه. کوشش ما به این است، مثل که ما بیشتر خدمت دوست ما اشاره کردم که در شهر دلارام ولایت نوروز هم چک مشکل مشابه را ما داشتیم، ما کوشش کردیم که مسیر تغییر بدیم. تلاش ما به این است که از زمین های دولتی که یعنی همجوار با شهر یا دورتر از مناطق شهری وجود دارد از اون استفاده بهینه صورت بگیره و مسیر از قبل تعیین شده 60% ملکیت دولتی است و 40% ملکیت های شخصی است که در این مسیر البته اختصاص یافته و بالاخره پایپلاین از اون میگذره، دیگه در مسیر شهر نیست. کوشش ما به این است که از منطقه دورتر از شهری پایپلاین بگذره. ممنون شما. بیننده ما از ناحیه 17 تماس گرفتن، البته پیام گذاشتن در قسمت ایمار شهرک‌های غیر معیاری از شما پرسیدن و اینکه چقدر رهبری جدید در قسمت فساد اداری کار کرده. در قسمت اعمار شهرک‌های غیر معیاری دقیقاً مشکل وجود داره، اما مثل که پیشتر هم اشاره کردم که ما بعد از هر کاری را انجام میدیم کوشش ما به این خاطر بود که معیارهای انجینری و مهندسی کلا مد نظر گرفته شود و بالاخره زیربناسازی مسائل مد نظر گرفته شود در قسمت ساخت و ساز و در این عرصه ها توجه جدی از طرف رهبری وزارت شهرسازی و راضی موجود است. در قسمت مبارزه با فساد اداری تحمل رهبری جدید وزارت شهرسازی و راضی در قبال فساد اداری صفر است. یکی از دلایلی که به خصوص البته کار خوبه که صورت گرفت همین بود که به خاطر زدودن فساد اداری خصوصا در بخش ساختمانی و خصوصا در بخش تدارکاتی ما همین بود که صلاحیت ها به ولایت ها تفویض شد و رئیس ولایتی ما مکلف است که با تمام شفافیت و با رعایت و سرعت عمل و مسائلی که لازم است تحت نظر والی مربوطه روند داوطلبی پروژه ها را به پیش ببره که از یک طرف شفافیت تامین شود و از طرف دیگر سرعت عمل مد نظر گرفته شود. ان شاء الله در قسمت کارهای بسیار جدی صورت گرفته و هیچ نوع تحمل در قسمت فساد اداری نیست. اگر به همچون موارد ما برمیخوریم در وزارت ان شاء الله در قسمت هم طبق پالیسی طبق قانون و اصول که نافذ است ما ان شاء الله وارد اقدام خواهد شدیم و شخص به ادارات مربوطه معرفی. ممنون شما جناب ناصری. بیننده با نام فاروق گفتن شهرکای را گفتن ما شاهد هستیم که 5 سال از عمرش نمیگذره تخریب شده اما هنوز کار غیر قانونی خودشان ادامه میدن. در این قسمت گفته آیا مسئولی است که توجه کنه چقدر به شما برمیگرده؟ خب در سطح افغانستان یک بررسی را چند سال پیش البته یا 2 سال پیش ما انجام دادیم، در نتیجه از این بررسی معلوم شد که 355 شهرک است که هم مشکلات حقوقی دارند و هم مشکلات تخنیکی دارند. تخنیکی هم نرم و معیار او است که مد نظر گرفته نشده و حقوقیش هم مشکلات است که یا روی زمین دولتی ما شدن یا اضافه جریبی کردن زمین دولتی را تصاحب کردن. کوشش به این است هم پیشنهادات مشخص ما با مقام عالی ریاست جمهوری به خاطر حل از این معضل ما ارسال کردیم و منتظر هدایت هستیم. با مجرد که هدایت بر ما برسه ان شاء الله دی وارد اقدام خواهد شدیم. تلاش ما بیشتر به این است که در قسمت قانونی ساختن از شهرک ها ادارات مربوطه وارد اقدام شوند. ما
من هست که نهاد پالیسی ساز هستیم. تلاش ما بیشتر به این است که اگر زمین غصبی است اونا را ما شناسایی کنیم، اگر شهرک‌های غیر معیاری و غیر قانونی است اونا را ما شناسایی کنیم، معلومات و جزئیات به جانب ادارات مربوطه بدیم تا در قسمت رفع مشکل هموطنان اونا وارد بشیم. ممنون شما جناب ناصری. یکی از بینندگان ما به نام زینب گفتن ما اگر بخوایم یک شهر معیاری داشته باشیم، مثلا اونا در قسمت آدرس شکایت داشتن که ما نمیتونیم ساعت ها سرگردان میباشیم تا یک کوچه را پیدا کنیم. این گفته به شما برمیگرده یا به شهرداری کابل؟ موضوع آدرس یابی کسی است، یکی از پروژه های شاروالی محترم کابل است که اونا اخیرا در قسمت کار کردن، آدرس یابی را لوحه هایی که لازم بود در سطح خانه ها اینا را نصب کردن. اینا برمیگرده از مسئولیت از اونا هست، اما کوشش ما به این است که هماهنگ همراه از اونا ما پیش بریم و بالاخره برنامه ها و پروژه هایی که ما داریم خصوصا در قسمت ثبت ساعات غیر رسمی شهری ما همراه از اونا بسیار زیاد همکاری لازم داریم، همراهشان یک جای پروژه های خود را پیش میبریم تا ما در قسمت رسمی سازی از ساحات کار بکنیم و اونا در قسمت پروژه های بعدی که بعد از رسمی سازی از ساحات صورت میگیرن اونا در قسمت وارد اقدام میشن. ان شاء الله کوشش ما است که هماهنگ همراه از اونا در قسمت مشکلاتی که در ساحات شهری وجود داره برای اونا رسیدگی شه. ممنون شما. بیننده دیگر ما که گفتن آموزگار هستند، هنوز گفته در رابطه با توزیع زمین به معلمین هیچ پیشرفتی صورت نگرفته، خواستن شما در این خصوص برشون پاسخ بدید. در قسمت شهرک‌های معلمین تعدادی از شهرک‌های معلمین از طرف رهبری وزارت شهرسازی و آرایشگاه و تیم تکنیکی که وجود داشت به اساس هدایت رهبری اینا رفتن در البته از گذشته های شهرک های اختصاص یافته بود برای معلمین اینا را یک بررسی کردن، بالاخره ما یافته های بررسی خود آوردن، از او یک جمله شهرک های بود قابل ازی بود که باید او را بالاخره ما توضیح بکنیم. موارد ما امرای رئیس جمهور شریک ساختیم، هدایت مشخص رئیس جمهور را در خصوص از این مسئله گرفتیم، به زودی این موضوع در شورای عالی توسعه شهری به جناب رئیس جمهور ارائه خواهد شد و بعد از منظوری از اونا انشاءالله در هماهنگ با شاروالی های محترم و ادارات متقاضی ما کار خواهد کردیم که روند توزیع نمرات به هموطنان ما شروع شود. در قسمت ان شاء الله آمادگی وجود داره و بزودی نوید ان شاء الله مهمتان خود خاطر. ممنون شما جناب ناصری. یکی از بیننده ما گفته که شما در قسمت فساد اداری گفتین که مبارزه صورت میگیره به خصوص از سوی وزیر صاحب که شما گفته میخوایم بدانم که اگر من مستند چیز داشته باشم در دسترستان قرار بدم آیا پیگیر میشه نمیشه؟ اونا فکر کنم سند و یا تصویر در دسترس داره. بسیار زیاد عالی است. من فکر میکنم که همچو مدارک و اسناد و شواهد که هموطنان ما دارن ازشان خواهش ما می است که لطفا این را هم به دفتر خودم ریاست اطلاعات و ارتباط ما و یا مستقیما به ریاست محترم دفتر وزارت شهرسازی و آرایشگاه اینا شریک بکنن، مطمئن باشند که موضوعشان پیگیری خواهد شد و مطمئن باشند که اگر کسی در قسمت فساد اداری مبادرت ورزیده باشه یا به همچو عمل اینا دست داده باشند برخورد جدی و قانونی هم روشون صورت خواهد گرفت. ازشون خواهش مهمی است که مراجعه بکنن به وزارت ما در خدمت شما هستیم. جز اینکه هموطنان ما اکثرا در ولایت ها هستند به وزارت مراجعه بکنن، راهی که میتونن با شما به تماس باشن و مشکلاتشان رو به شما برسانن کدام است؟ ما وبسایت خود هم داریم، صفحات فیسبوک خود هم داریم، شماره تلفن هم مرکز ولایت تمامش دوجه نشر شده، مستقیم میتونن امرای ما به تماس شون. هر روز یعنی روزمره ما خودم از ولایت تماس های مکرر را دریافت میکنم و کوشش به میدارم که شکایت های از اونها را به مسئولین برسانم و در رفع از اونها اقدام کنم. جناب ناصری ممنون حضورتان در برنامه، روز شما خوش. خیلی ممنون از شما، تشکر. بیننده عزیز از شما همچنان تشکر میکنم که با ما بودین. روزتان خوش. خداوند نگهدار همه‌تان.